از آنجایی که دمای بالای هوا و گرمای شدید و بلایای طبیعی تلفات ویرانگری را بر مردم سراسر جهان وارد می کنند، کارشناسان همچنین زنگ خطر دیگری را به صدا در می آورند که تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای زندگی انسان هاست که افزایش بیماری های عفونی و غیر واگیر از جمله آنهاست. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با توجه به اینکه سال گذشته گرمترین سال ثبت شده بود و در سال 2024 نیز همکنون گرمای سوزان ادامه دارد، محققان خواستار توجه بیشتر به گسترش روزافزون بیماری‌های مانند تب دانگی، چیکونگونیا و مالاریا هستند که عمدتاً توسط پشه‌ها منتقل می‌شوند. سازمان جهانی بهداشت WHO هشدار داده است که تغییرات آب و هوایی به روش‌های بیشماری بر سلامت انسان‌ها تأثیر می‌گذارد، از جمله مرگ و میر، بیماری ناشی از رویدادهای آب و هوایی، افزایش بیماری‌های مشترک انسان و دام و بیماری‌های منتقلی از طریق غذا و آب. رویدادهای آب و هوایی شدید مانند سیل، طوفان و خشکسالی نیز منجر به تهدید جدی سایر بیماری‌های عفونی مانند وبا می‌شود. بیماری‌های غیرواگیر اما کشنده نیز مانند بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های تنفسی مستقیماً با بحران آب و هوایی مرتبط هستند. گونه‌های پشه‌های مهاجم در حال گسترش به مناطق آسیب ناپذیر در اروپا، آمریکا و مناطق مختلف با بیماری‌های مانند دانگ، چیکونگونیا و نظایر آن هستند. سازمان جهانی بهداشت افزایش گسترده موارد تب دانگی در آمریکای شمالی و جنوبی را گزارش کرده است که تا پایان آوریل از مرز 7 میلیون نفر عبور کرده است. مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی همراه با گرمای شدید در حال افزایش است و همچنان افزایش خواهد یافت. طبق گزارش آژانس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رود در سال‌های آینده بین سال‌های 2030 تا 2050 تغییرات آب و هوایی باعث مرگ 250 هزار نفر در سال به دلیل سوء تغذیه، مالاریا، اسهال و استرس گرمایی شود. سازمان جهانی بهداشت در سال جاری افزایش دانگی را ثبت کرده است، ویروسی که از طریق نیش پشه‌های آلوده به انسان منتقل می‌شود. تا آوریل بیش از 7 میلیون 600 هزار مورد تب دانگی گزارش شده که شامل بیش از 16 هزار عفونت شدید و بیش از 3 هزار مرگ و میر است. بر اساس داده‌های WHO بیش از 2 میلیون مورد بیماری چیکونگونیا در بیش از 110 کشور در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا از سال 2005 گزارش شده است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تغییر آب و هوایی ممکن است در ظهور یا ظهور مجدد برخی بیماری‌ها نقش داشته باشد. افزایش دما همچنین به افزایش بیماری‌های مرتبط با گرما و قلب در سراسر جهان کمک می‌کند. برخی از دانشمندان بالا رفتن درجه گرما را با افزایش خطر حملات قلبی، نارسایی قلبی، سکته مغزی ایسکومیک ناشی از انسداد عروق مغزی و سکته هموراژیک ناشی از پارگی سرخرگ مغز مرتبط می‌دانند. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، مرگ و میر ناشی از گرما در میان افراد بالای 65 سال تقریباً 85% بین سال‌های 2000 تا 2004 و 2017 تا 2021 افزایش یافته است. از دکتر سید علی مصبا، پزشک متخصص از کابل، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. سلام علیکم و رحمت الله. ابتدا فرا رسیدن سال روز و ایام شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یارانشان تسلیت عرض میکنم. به ارتباط این موضوع که مسئله بسیار مهم حیاتی و مهم است، خدمت عرض بکنم و خدمت بینندگان محترم که اولا این بیماری های ویروسی مثل تب چیکونگونیا، تب دنگی و تب ملاریا و همچنین بیماری وبا از جمله بیماری های تهدید کننده حیات برای جامعه بشری هست. تب دانگی که به نام تب استخوان شکن هم یاد میشه، دو تا علامت بسیار برجسته داره. یکی
درد مفاصل، یک تب بسیار شدید هست و یک موضوع خونریزی بینی و خونریزی لثه هاست. تب چیکونگونیا هم که دو تا علامت بسیار برجسته و عمومی داره که یک بالا رفتن دمای بدن هست و دیگر درد مفاصل. این دو تا بیماری و همچنین تب ملاریا بستر مساعد نیاز داره برای رشد و برای گسترش. بستر مساعد دو تا تب، دو تا بیماری خطرناک، عبارت از گرمای بسیار شدید، سیلاب هاست و تراکم و تجمع آبهایی است که این آبها تحرک نداره و استایی داره و زمینه مساعد هست برای گسترش این بیماری ها. گزارش هایی را که رسانه های مختلف تصویری و شنیداری پخش کرد، سال 2023 سال بسیار گرم در بین سالهای پسین گزارش شد و این سال که سال 2024 هست و هنوز ما از نظر زمانی در اوج گرما نرسیدیم، احتمال زیاد میره که مثل سال گذشته یا بیشتر از آن از نظر دما باشه، از نظر درجه حرارت باشه و اینها زنگ خطری هست برای گسترش بیماری های تهدید کننده حیات و واگیر مثل تب چیکونگونیا و تب دنگی و همچنین تب ملاریا. این دو تا بیماری بسیار خطرناک هست و همچنین گزارش های بنشر رسید که بیماری های قلبی وعایی و قلب و همچنین که به نام قلبی عروقی هم میگیم در درجه حرارت بالا متاسفانه زیاد به وقوع میپیونده. بله. و همچنین آنچه که بسیار کننده حیات محسوب میشه برای افراد دارای مقاطع سنی خاص هست، یکی برای نوزادان، یکی برای افراد بالای 65 سال. ممنونم جناب دکتر. بله، ممنونم جناب دکتر. با تشکر از دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.